بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. باب 65 کتاب توحید مرحوم صدوق، مناظره امام رضا علیه السلام با بزرگان ادیان مختلف بودیم. خداوند تبارک و تعالی اونقدر این عالم را زیبا خلق کرده و زیباترین زیبایی های عالم وجود امام معصوم است که اگر مردم اطاعت او می کردن دنیا خودش بهشت بود، اما متاسفانه آمدند و حقوق اهل بیت علیهم السلام را گرفتند، کسانی که نه علم داشتند، نه تقوا داشتند، نه عقل داشتند و دنیا را به فساد کشیدند. در این روایت، توی این روایت شریفه ملاحظه کردیم که امام معصوم علیه السلام با چند کلمه رئیس مسیحی ها را کاملا تسلیمش کردند و از متن کتاب های ایشان آنچنان علوم و معارف الهیه رو بیرون ریختن که اینا همه با کمال میل مسلمان شدن. و اگر واقعا در خانه اهل بیت علیهم السلام بسته نمی شد، نه مسیحی و نه یهودی و نه سنی و نه شیعه و نه اختلافی در عالم پیدا می شد، نه دو نفر با هم دیگه می جنگیدن، نه خون هم رو می ریختن و این مصیبت ها رو نداشتیم. و البته چنین نیست که با غیبت امام علیه السلام حق کلن از بین رفته باشه. خیر، اونی که مستضعفه مستضعفه و الا دلائل و آیات و بینات حقانیت مذهب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام همیشه مانند خورشید درخشان در آسمانه و ما موارد زیادی داریم. مثلا در دوره صفویه در رؤسای دیرهای مسیحی ها و کشیش هایی بودن که مانند پدر آنتونیو دو ژزو که بعدن البته اسمشو تغییر داد به نام علی قلی جدید الاسلام معروف شد. ایشون کشیشی بود که بسیار مهم و رئیس این قسمت بود، حتی اومده بودن از پرتغال برای تبلیغ و یک سال قبل از ایشون که بخواد اسلام بیاره، قبل از اینکه ایشون بیاد به ریاست این دیر برسه، کسی دیگه بوده رئیس اینجا، شخصی به نام مانوئل سانتا ماریا، او هم مسلمان شده بود و اینا باز ایشون فرستاده بودن، اینم اومد با اینکه دیگه بسیار معروف و مشهور و از کسان معتبر و کشیش‌های مهم مسیحیت بود، آمد اونجا. ولی در اون اواخر قرن 17 خودش باز این هم مسلمان شد و کتاب‌های مفصلی نوشت بر رد مسیحیت و دفاع از اسلام و بلکه بالخصوص تشیع و حتی کتاب‌هایی را که اون پادری و نمیدونم مسیحی‌ها و کشیش‌های مسیحیت بر رد مسلمان‌ها نوشته بودن و مسلمان‌ها را نقد کرده بودن، این اومد کاملا جواب داد و از اسلام دفاع کرد و تا حدی این مطلب گران آمد بر مسیحی ها که مثلا اسقف بابل پیدودوسان اولون گفتش که این چه واقعی دهشتناک و اسفناک و مصیبت بزرگی برای ما مسیحیانه که این رؤسای ما رفتند و در اونجا مسلمان شدند، بلکه بعد از مسلمان شدن به درجات اجتهاد در اسلام رسیدند و به شدت از اسلام و قرآن دفاع کردند و آخرش میگه من باید خون گریه کنم از این مصیبت ها که چرا جوانان ما
را اینقدر آزاد میذارن و به مسیحی ها اینقدر آزادی داده میشه که در بین مسلمان ها و شیعه ها بتونن آزادانه تحقیق بکنن. یعنی نتیجتا میخواد بگه که بله، ما اگر بذاریم که اینها الان بیان و با مسلمان ها و شیعه ها گفتگو داشته باشن آزادانه، حتما حرف اونا رو میپذیرن و ما باید اینها رو یک کاری براشون بکنیم که وقتی میان تبلیغشون انجام میدن در یک فضای دربسته باشن و با اینها ارتباط مستقیم نداشته باشن که به مسیحیت خودشون باقی بمونند. و علی ای حال این بزرگوار آمد بعد از این که مسلمان شد به درجات بالای علم و تقوا در اسلام رسید، و بلکه بسیار ایشون از خصوصیاتشون این بود که با اون همه کتابهایی که بر دفاع از اسلام و رد مسیحیت و یهودیت و تورات و انجیل نوشتن، ایشون بسیار گله میکنه از اینکه چرا این علمای اسلام متاسفانه قدر براهین و استدلالات عقلانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو نمیدونن و دنبال این فلسفه و عرفانی میرون که ما وقتی مسیحی یهودی بودیم اینا رو تدریس میکردیم و درس میخوندیم و ما به درجات بالای فلسفه و عرفان و حرفای اینا رسیدیم، بعد فهمیدیم باطله و آمدیم مسلمان و شیعه شدیم، حالا اومدیم توی اصفهان شما، توی مرکز حکومت اسلامی شما، شما دوباره میخواید همین کتابای ارسطو و فلسفه و عرفان و اینا رو یاد ما بدید؟ ما اینا رو که متون اصلیشو داشتیم، شما که با چند واسطه براتون ترجمه شده، ما میدونیم این عقاید باطله، اینا رد به انبیا نداره، خدا منت گذاشته بر من از 900 کیلومتر راه اومدم اینجا مسلمان شدم، اون وقت شما تو مهد اسلام متاسفانه دوباره به زلالت‌های فلاسفه و عرفا گرفتاری. و مخصوص در مسئله وحدت وجود ایشون شواهدی میاره که پولس که به قول ایشون بوبلوس که دقیقا مثل عمر که در اسلام انحراف ایجاد کرد و کشون به طرف سقیفه، این شخص هم در مسیحیت انحراف ایجاد کرد و مسیحیت رو دینش رو ابطال کرد در واقع و تحریف کرد. ایشون اونجا شواهدی میاره که خود این شخص وحدت وجودی بوده و با وحدت وجود مردم را گمراه کرد و از دین مسیحیت جدا کرد، و شواهدی میاره که ایشون گفته اصلا بتی هم در عالم نیست، جز خدا چیزی نیست. بعد همین مطلب را، همین حرف پولس رو که میگه در عالم هیچ بتی هم نیست بلکه همه چیز خداست و پرستش هر چیزی پرستش خداست، که این حرف همون فتوحات و ابن عربی و امثال این هاست، شواهد میاره ایشون تصریح میکنه، میگه خب شبستری هم که مال شما همین حرفا رو زده، مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. آقایان آمدن به اسم عرفان و فلسفه و تصوف و اسلام چیه مردم دعوت به بت پرستی میکنن و کار بت پرستا رو توجیه میکنن. این همه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام با اینا مبارزه کردن، اینا کارو دو مرتبه همه رو برعکس برمیگردونن. الا ای حال این شخص بزرگوار با اون عظمت علمی و تبلیغی که در بین مسیحیت داشته خب برگشته، پس در زمان غیبت هم راه بازه، کسی میتونه کاملا اینا رو تحقیق بکنه. اللهم اینی اسألک من بهائک بأبها و کل بهائک بهی. اللهم إني أسألك ببهائك كلي. یا مورد دیگه ای داریم بابا در زمان قاجاری، شخصی معروف شد به نام میرزا محمد صادق فخرالاسلام که کتاب‌های متعدد در رد مسیحیت و اینها نوشت بعد از اینکه از مسیحیت برگشت، از جمله انیس الاعلام و کتاب‌های دیگه که اسمشون موشت ابن یا موشب ابن مثلا یوحنا ابن وراده ابن شموئیل ابن پاتریس و همین. علی حال شخصی که باز در همون ابتدا که در مسیحیت اهل ارومیه و مسیحی‌های ارومیه بودند و در اونجا ایشون به دنیا اومده و رشد کرده و در درس‌های خودشون بسیار با استعداد و
خیلی قوی بوده و بعد از اینکه علمای خودش رو کامل میکنه میره به واتیکان، چندین سال در واتیکان درس میخونه، خودش از کشیش های آشوری و نستوریان و آشوریان ارومیه و خیلی جد و پدر و خانواده کلن اینها از بزرگان و مبلغین و کشیش های مسیحی ها بودن و خودش به حد قسیسیت رسید در اینجا و بعد رفت به واتیکان. و وقتی که اونجا رفت و اون درجات بالاتر رو طی کرد، ایشون میگه که یک روز استاد من که بسیار شخص بزرگی بود در مسیحیت و در حدی که او رو دیگه کسی میدونستن که روح القدس به او مثلا نازل شده یا مثلا حلول کرده یا در بگو مثلا توجه خاصی داشته و اینا، در این حد او رو بالا میدونستن، یه روزی و به منم به شدت علاقه من بود در بین شاگردانش، یه روز استاد ما مریض بود، من گفتش که برو به این شاگردای من بگو که من حالم خوب نیست، امروز نمیام. من هم به شاگردان گفتم و همینجور پراکنده بحث ها و گفتگوها بین خودمون شاگردان شد. بعد که اومدم استاد از من پرسید که امروز چه خبر بود، گفتم که خب بحث های مختلف میکردن، از جمله در روی کلمه فارق لیتا بحث و گفتگو کردن. این جناب بزرگوار گفتش که من به تو خیلی علاقه دارم و البته قبل از این هم تمام این اتاقها و مکانهایی که در تحت تسلط و نفوذ بود کلیدها رو به من داده بود، فقط یک اتاق بود که کلید اینجا رو به من نمیداد. مسیحی هم خیلی برای این هدایا می آوردند و خیلی قبولش داشتن. من یک سوء ظن تو دلم داشتم، می گفتم این حتما توی این اتاق هدایای خیلی نفیس رو اونجا برای خودش نگه داشته و این اهل دنیاست، معلوم میشه خیلی هم زهد نداره، ولی خب تو دلم بود، اینو چیزی نمیگفتم. بعد که امروز آمدم و گفتم جریان بحث اینجور بوده و این دانش آموزان و خدمت معرفت شد که شاگردان بحث فارق لیتا میکردن، بعد ایشون به من گفتش که من خیلی تو رو دوست دارم و از شدت و کمال محبتم میخوام هیچی را تو مخفی نکنم، این کلید رو بگیر برو توی اون اتاق کوچک درش رو باز کن، صندوقچه ای هست، دو تا کتاب هست، بردار بیار. من رفتم در اونجا رو باز کردم، صندوقچه رو باز کردم، کتابی را آوردم که روی پوست‌های حیوانات و اینها نوشته شده بود و به زبان سوریانی هم بود. بعد ایشون از اون کتاب به من نشون داد، گفت ببین این فارق لیتا دقیقاً به معنای احمد و محمد صلی الله علیه و آله هست و ما علمای مسیحیت بزرگان هممون میدانیم که اسلام حقه و علمای ما بزرگان ما همه منتظر ظهور پیامبر بودند، ولی بعد از این که پیامبر آمد و ظهور کرد و این اسم و صفات کاملا با مشخصات او تطبیق کرد، به خاطر دنیا و هوا و هوس ما دیگه نتونستیم خلاصه حق رو قبول کنیم و اینجوری شد و الانم من در یک موضع بسیار خطرناکی هستم و خیلی نگهبان ها هستن که من اصلا نمیتونم حق رو اظهار کنم. من گفتم که به نظر شما من چه کار کنم؟ ایشون گریش گرفت و گفت من خودم که مسلمان هستم و تو هم اگر سعادت آخرت رو میخوای حتما باید مسلمان بشی. وقتی این حرف ها رو زد، من مهر و محبت پیامبر کاملا در قلبم وارد شد و دیگه سکوت کردم و آمدم و یک وسائل خیلی مختصر ایشون ور میداره و با زحمت بسیار زیاد از اونجا خودش رو رها میکنه و برمیگرده به ارومیه و مستقیم میره پیش علمای اسلام و علمای شیعه که در این منطقه بودن و حقیقت مطلب رو بیان میکنه و اونها البته اسلام رو بهش تعلیم میکنن و ایشون هم بعد میرن نجف، اونجا درجات اجتهاد رو میگیرن و بعدش هم دیگه بر میگردن، تمام عمرشون رو مشغول همین مباحثات و مناظرات با بزرگان مسیحیت بودن و اینها رو تدوین میکردن، چاپ میکردن، تبلیغ میکردن و از خطابه و مثلا بعضی از کتابایی که ایشون داره، یکی کتاب بیان الحق و صدق در رد مسیحیت که در 10 جلد، کتاب انیس الاعلام فی نصرت الاسلام و رد علی النصارا که این هم کتاب انیس الاعلام باد در رد نصارا دفاع از اسلام و خدمت شما، کتابی داره اصلا در خصوص همین اسم به نام فارق لیتا
کتاب دیگه برهان المسلمین در رد نصارا، کتاب دیگه تعجیز المسیحیین، یعنی عاجز کردن و بیچاره کردن مسیحی ها در بحث و گفتگو. خلاصة الکلام فی افتخار الاسلام، افتخارات اسلام را از جهت احکام و شرایع کاملا تبیین کرده. کشف الاثر در اثبات شق القمر، وجوب الحجاب و حرمت شراب. حجاب واجبه در وجوب حجاب و حرمت شراب. و همینجور ایشون تا آخر عمر به این دفاع از اسلام و این حرف ها مشغول بوده. و البته نکته‌ای خیلی مبهم در زندگی ایشون وجود داره که خب شخصیت چنین و با این عظمت که در کتاب‌هاش هم شواهدی هست که ایشون در زمانی چندین فرزند خردسال داشتن، هیچ نشانی از ایشون نیست، قبر ایشون مشخص نیست، فرزند خانواده از ایشون مشخص نیست. و این انسان را واقعا به یک جاهایی میرسونه. اینها وقتی که در مقابل برهان و استدلال این آقا عاجز شدن، آیا چیکار کردن؟ شخص ایشونو مسموم کردن، دزدیدن، نمیدونم. حالا این برجهت بحثیه که باید روش تحقیقات بشه و معلوم باشه که خلاصه وقتی کسی در بحث و گفتگو کم میاره و محکوم میشه، حزب و دار و دسته خودشو نمیخواد رها کنه. علی حال ایشون گفت در اون جلسه که من نمیتونم اینجا اظهار اسلام بکنم، برای من خطرناکه، و تو هم این قصه رو جایی نگو، برای من خیلی خطرناکه. و تا اینکه ایشون بعداً میاد اینا رو بیان میکنه. و البته قرآن ما صریح داره این حرفا رو، و مبشرن برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. قرآن صریحاً میگه که عیسی بشارت میداد که بعد از من رسولی خواهد آمد، من بشارت به او میدم که اسمش احمده، همه چیز رو فرموده. فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقتی پیامبر آمد، معجزات همه کف دستش، بینات روشن پر از معجزه، چی گفتن؟ نمیتونن بگن تو دروغگی هستی، نمیتونن بگن تو آدم دنیا طلب هستی، چون وجود پیامبر در نهایت اخلاق حتی کفار و مشرکین قبول داشتن. گفتن اینا سحره. خب اگه قرار باشه اینا سحر باشه، خب نعوذ بالله عیسی و موسی هم پس باید پیامبر شما نباشن دیگه، اونا را پس ساحل بدین، و این بسیار کار غلطیه. یا اینکه قرآن تصریح میکنه الذین آتیناهم الکتاب یعرفون و کما یعرفون ابناءهم الذین خسر انفسهم فهم لا یؤمنون. قرآن میفهمد ما آنچنان اهل کتاب را صفات و اسماء پیامبر رو واضح بهشون گفتی که مانند فرزندشون پیامبر رو میشناسن. خب در اون زمان که اینها را پیامبر نازل میکرد، این آیات رو میخوند، خداوند تبارک و تعالی آیات رو میفرستاد و پیامبر میفرمود، در اون زمان اگر واقعا اینها دروغ بود و این نشانه ها تو کتابشون نبود، همونجا پیامبر رو تکذیب میکردن، نمیتونستن. چرا؟ چون دقیقا مثل امام رضا کاملا نشونش میدادن این حرفات رو تو کتابای خودتونه. این سکوت رو یا میفرماد که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل یأمرون بالمعروف. صفات پیامبر، این پیامبری را که در تورات انجیلتون میابید او را. یه نفر نگو آقا نه نمیابیم. چرا؟ جرأتش نداشتن، چون پیامبر تورات و انجیل جلویشون میذاشتن. اینا تو حرفا تو کتابتونه، و فقط به خاطر دنیا طلبی متاسفانه اینها چیه؟ زیر بار نرفتن. و انشاءالله در دنباله بحث امام رضا علیه السلام با سران ادیان. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا رب یا قهار اسمع دعائی واجب ندائی بالهادی المختار و بالایجائی و بالزهرائی فبحقهم يا متعال أحسن ما أبي أحسن ما أبي.